سلام، امروز میخوام سه تا وبسایت انگلیسی بهتون معرفی کنم که سطحتون رو از Head as chul به سطح Luca, how can you memorize so many words across so many languages? میرسونه. پس با من همراه باشید. اولین وبسایتی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست ironicsense.com/thsrs که من لینک این وبسایت رو تو دیسکریپشن براتون قرار میدم. حتما یه نگاهی بهش بندازید. این وبسایت چیکار میکنه؟ لغاتی که تو این باگ مینویسیم رو مترادفاش رو برای ما تو این قسمت نشون میده. مشاهده میکنی که view مثلا سی بت بی فیت لای هم معنی در واقع مترادف این لغت هستش که اینجا نوشته شده. مثلا لوک رو هم سرچ کنیم. ذره زمان میبره. سی بت بی فیت لای. این در واقع سی هم معنی لوک هستش که اینجا دارید مشاهده میکنید. قبل اینکه بریم سراغ دومین وبسایت که خیلی هم خفن هستش، قبلش کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. و اما دومین وبسایتی که میخوام بهتون معرفی کنم چی هستش؟ وبسایت english-grammar.at هستش که لینکش رو تو دیسکریپشن براتون قرار میدم. حتما یه نگاه بهش بندازید. میتونید شما تو اینجا گرامرتون رو تست کنید. کلی هم در واقع امتحان اینجا وجود داره که میتونید امتحانش رو بدید و ببینید که در چه ساعتی هستید. مثلا من تنس رو میزنم باز میشه. حوزه الیمنتری رو آبی نشون میده، اینترمدیت رو سبز و ادوانس رو قرمز. من همین اولی رو میزنم. خب چنین صفحه‌ای بر من باز میشه. مثلا من اینجا یه تستی رو بدم، شما مشاهده کنید. اولی مثلا من اینجا می‌نویسم think و این پایین چک داره، چک رو بزنم. اگه درست باشه آبی رنگه، ولی اگه درست نباشه به همون صورت باقی مونه. می‌بینید که اینجا درسته، پس آبی رنگ شده. مثلا اینجا من می‌نویسم appeared، اگه اشتباه باشه به همون صورت می‌مونه تا من اینو درستش کنم. مثلا این ایلیشو پاک می‌کنم، اسم می‌نویسم. می‌بینید که درسته و به صورت آبی رنگ، یعنی که این جمله و این گرامری که تو این جمله به کار بردیم درست هستش. چیزهای مختلف زیادی داره. شما می‌تونید تو حوزه وکبولاری و یا لیسنینگ هم اینجا گوش کنید و تست‌های لیسنینگ خودتون رو بزنید. مثلا 10 years later رو می‌زنم. اینجا یه لیسنینگ براتون میاره و اینجا یه سری سوال داره که می‌تونید بر اساس این لیسنینگ سوالات اینجا رو جواب بدید. و اما سومین وبسایتی که می‌خوام بهتون معرفی کنم وبسایت theidioms.com هستش که اینم تو دیسکریپشن لینکش رو قرار میدم براتون. حتما یه سر به این وبسایت بزنید. theidioms.com میاد اصطلاحات رو به صورت حروف الفبا یا موضوعی یا به صورت کلی به ما نشون میده. مثلا حروف الفبا رو ببینید، اصطلاحاتی که با حرف مثلا A شروع میشه رو اینجا به صورت کامل به ما نشون میده. این اصطلاحاتی هستش که حالا با حروف A شروع شده. بعدی مثلا idioms by topic هستش که اصطلاحات موضوعی هستش. مثلا در مورد موضوع مثلا easy، اصطلاحاتی که در مورد easy هستش رو با معنی و مثال به ما نشون میده. و گرامر هم داره که اینجا میتونید خودتون این گرامرها رو مشاهده کنید و ازشون استفاده کنید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. فقط یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، عضو کانال ما بشید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ همگی.